یه جمع‌بندی بکنم و یه نکته بگم در مورد همین سه تا در واقع ریجینالی که سه تا آردیایی که با هم مقایسه کردیم، یعنی در موردش صحبت کردیم، هانتر، سنترال کوست و ایلاوارا. واقعا بعضی هم گفتن که کدوم بهتره، واقعا به نظر من بهتر و بدتر وجود نداره، چون تو هر کدومش میشه بیزینس کرد و واقعا به شرایط، یعنی اندازه بیزینس تا حدی هست که مثلا شما در مورد سایز بیزینسی که ما از ایران میایم میخوایم بیزینس را بندازیم تأثیری نداشته باشه، ولی کلی در مورد عدد و رقم یه سری یه آمار کوتاه بدم. ببینیم، ما در مورد هانتر صحبت کردیم با 747,000 نفر جمعیت، سنترال کوست با 345,000 نفر جمعیت و ایلاوارا با 305,000 نفر جمعیت. جمعیت کاریشون هم حالا هست 381,000 نفر هانتر، 121,000 نفر سنترال کوست، 119,000 نفر ایلاوارا. تولید ناخالصشون هم خب بالاترین هانتر 55.1 میلیارد دلاره، بعدش ایلاوارا 17.5 و بعدش سنترال کوست 15.52 میلیارد دلار. حالا یه مقایسه کوچیک از نظر تولید اقتصادی میخوام بکنم. ببین خب از نظر اقتصاد بزرگتر خب مشخصه که هانتر اقتصاد بزرگتری داره، ولی ما دو تا شاخص داریم، یکی از تقسیم جی دی پی تولید به تعداد جمعیت و تقسیم جی دی پی به تعداد جمعیت کاری به دست میاد. اگر ما جی دی پی رو تقسیم بر تعداد جمعیت کاری بکنیم، عددی که برای ایلاوارا به دست میاد همه بالاتره، یعنی 146,000 دلار میشه به ازای هر نفر جمعیت کاری تولید ناخالص دارم. این نشون میده که منطقه صنعتی تره، همون که گفتم بحث بلو اسکوپ. منتها این آمارش باز همون بحث نویزه که قبلا هم باهاش صحبت کردیم. نویز یعنی یه دیتای اونجا وجود داره، یه بلو اسکوپ، کارخانه بلو اسکوپ وجود داره که این آمار گمراه کننده میکنه. باز با این حال هانتر یه مقداری پایین‌تر، یعنی 144,000 تاست این عدد، 144,000 دلاره. البته بازم این نکته وجود داره که هانتر هم یه تعداد زیادی صنعت در واقع معدن و کربن داره که خب اینها هم شاخص صنعت، شاخص نویز دارن توی بحث دیتا. و خب سنترال کوست همه پایین‌تر، 127,000 نفره. نکته آخر که میخوام بگم، حالا شما اگر این جی دی پی رو به تعداد کل جمعیت، یعنی بچه‌ها، پیرمردا، بیکارا همه تقسیم کنی، این عددی یه شاخصی میشه که این نظر نگارنده است، این نظر منه، یعنی یه در واقع نمیخوام بگم یه نظریه اقتصادیه، این عددیه که بهت کمک میکنه که بفهمی آقا منابع ایجاد آسایش توی یه منطقه کجا بیشتره. حالا پتانسیلش حداقل، نمیگم شاید بالفعل نشه. وقتی این عدد رو به دست میاریم، یعنی میایم بر تعداد جی دی پی رو تقسیم بر تعداد کل جمعیت میکنیم، بچه، زن، مرد، بیکار، کارمند، برای هانتر عدد 73,000 دلار میرسیم، برای ایلاوارا 57,000 دلار و برای سنترال کوست 44,000 دلار. بازم تاکید میکنم این نظر من، این نظریه اقتصادی است. به نظر من منابع ایجاد آسایش اجتماعی توی هانتر بیشتر هست، بعد ایلاوارا، بعد سنترال کوست. حالا اینی که این آیا این به بالفعل میرسه، چه سیاست‌های پشتشه، چه سیاست‌های اینا عواملیه که تاثیر میذاره توی این مسئله ها، یا مثلا چقدر مثلا دولت میاد، دولت در واقع ایالتی میاد تقسیم میکنه، میاد در واقع سوبسید میده، میاد تقسیم میکنه که این در واقع این یکسانی بین اینها، بین در واقع مناطق برگزار شه، اون یه مسئله دیگه است. ولی کلی از نظر عدد و رقمی میشه گفت هانتر توانای بیشتری داره تا برای مردمش ایجاد آسایش بکنه، بعد ایلاوارا، بعد سنترال کوست. ولی این به معنای بهتر و بدتر بودن نیست، ما تو آمار ارقام در مورد بیشتر و کمتر صحبت این میکنم. بله خیلی جالب. بس این اون تیکه اولش هم خیلی قابل تحمل بود دیگه، 745 تا جمعیت هانتر یا همون بله مرکزش رو دیگه دوستان میدونن دیگه، نیوکاسل مرکز هانتر. بله 345 تا سنترال کوست مرکزش، یعنی حالا شهرش، یکی از شهرش گاسفورده که شهر اصلیه، 305 تا ایلاوارا که شهر اصلیش میشه وولنگان.
جمعیت کاریشون هم 381 به ترتیب 121 119 و پویی هم که دارن قدرتشون 55 17 و 15. این خودش به نظرم خیلی آمار جالب و 17 البته ایلاوارای 15 سنترال کوستا 17 ایلاوارای 15 سنترال کوستا بله خیلی جالب بود این مقایسه‌ای که کردی نعیم، خیلی عالی بود نعیم، دمت گرم. قربون شما، مرسی، متشکرم. ما مزاحمت میشیم دوباره برای برنامه تحلیلی بعدی. احتمالاً میریم یه سر کوینزلند و سانشاین کوست و گولد کوست رو بچرخیم. جای جالبی داره. آره ما میریم ان شاءالله برنامه بعدیمون میریم سمت کوینزلند. دیگه الان دوستانمون دیگه میدونن که هر حالا استیت یا همون ایالت تقسیم به چند تا در واقع RDA میشه، این جدا از اون منطقه بندی شهریه، فارغ از اونه، تقسیم بر چند تا RDA میشه که بهتر مدیریت بشه. RDA ها خودشون تقسیم بر یک سری LGA ها میشن که همون شهرداری های محله میشن. این جنبندیه که حالا این چندین جلسه ای که با نعیم اومدیم جلو که از یه نگاه جامع تر و با چارچوب بالاتری از موضوع نگاه کنیم، اینو دیگه شما باید بدونین که دقیقاً چه خبره و هر کدوم از اینا چه نقشی دارن و چه اقتصادی دارن. دوستانی هم که ندیدن برنامه قبلی نعیمو، خب حتما مراجعه کنید، تو لایو هستش برنامه قبلی رو نگاه بکنید و که برنامه بعدی رو دیگه بدونید که روال برنامه چی است.